شاخص کل بازار سهام در معاملات روز یکشنبه در 30 دقیقه ابتدایی بیش از 8000 واحد افزایش یافت، اما در ادامه معاملات شاخص سازها ریزش 3000 واحدی نمایر اصلی بازار را رقم زدند، روندی که به نیمه دوم بازار نرسید و شاخص کل مجدد روند صعودی در پیش گرفت و نهایتاً با رشد 0.47% معادل 10258 واحد به سطح 2,212,643 واحد رسید. شاخص کل با معیار هموزن نیز در این روز از معاملات روند صعودی خود را در حین معاملات حفظ کرد و به میزان 1.68% معادل 11352 واحد افزایش یافت و بر روی عدد 687900 واحد ایستاد. معاملگران در این روز بیش از 20 میلیارد سهام و اوراق مالی را در 1 میلیون نوبت به ارزش 13260 میلیارد تومان داد و ستد کردند. نمادهای کگل، رمپنا، خودرو و هکشتی بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند و در مقابل نمادهای فارس، تاپیکو، فولاد و شبندر مانع از رشد بیشتر شاخص کل شدند. وضعیت نمادهای تالار شیشه‌ای نیز حکایت از آن داشت که 524 نماد مثبت و 230 نماد منفی بود. همچنین 230 نماد با صف خرید و 9 نماد با صف فروش مواجه شد. مجموع ارزش صفهای خرید 2300 میلیارد تومان و مجموع ارزش صفهای فروش 17 میلیارد تومان اعلام شد. اما در آن سوی بازار در فرابورس ایران هم شاخص کل با 428 واحد افزایش به رقم 27487 واحد رسید. معاملگران در فرابورس بیش از 7.7 میلیارد سهام را در 509000 نوبت به ارزش 4450 میلیارد تومان داد و ستد کردند. غزال عرب‌گل، خبرگزاری صدا و سیما.